همسر من به خاطر اینکه در طی این مدت از زمان بازداشت سه بار دست به اعتصاب قضا کرده، بار اول و دوم مدت اون بسیار طولانی بود و بسیار به لحاظ جسمی افت کرده. در آغاز شروع ویروس کووید 19 دست به اعتصاب قضا زد و تلاش داشت که از این طریق فشار بیاره که مسئولین زندان و دستگاه زندانیان رو آزاد کنن یا دست کم مرخصی بدن. تعدادی از زندانیان مرخص شدن، بند زنان یه عده‌ای اومدن بیرون و تعدادشون کمتر شد، اما زندانیانی که کردن که اتهامات سنگین‌تر و محکومیت سنگین‌تری دارن از جمله همزمان به اینها مرخصی داده نشده. دولت ایران، حکومت ایران مشکلی که با همسر من مشخصا داره اینه که ایشون پرونده متهمین سیاسی، عقیدتی و به طور کلی متهمین وجدان، زندانیانی که برای آزادی بیان می جنگند یا از روزنامه نگاران و حتی زنانی که در رابطه با حجاب اجباری فعالیت می کنند، تلاش می کنند، وقتی که می بینه شخصی در معرض نقض حقوق بشر قرار گرفته به مصالح شخصی و فردی خودش توجه نمی کنه و با تمام قدرت و توان برای دفاع از اون بلند میشه. اگر بتونه توی دادگاه، اگر بتونه توی خیابون، اگر بتونه با همراهی با خودش یا خانوادهش سعی میکنه که از او دفاع کنه در مقابل دادگاه‌هایی که و سیستمی که هیچ گونه دفاعی رو بر نمیتابه. میدونید زندان اوین یکی از سختگیرترین زندان‌های توی ایرانه. همسر من مشکلات جسمی داره. از دیروز صحبتی که باهاش میکردم گفت من دو ماهه که به هیچ وجه بهداری نرفتم و از ترس اینکه ویروس نگیرم سعی کردم که خودم مداوا کنم یا تحمل کنم شرایط رو. بسیاری از زندان‌ها و بندهای زندان‌های مختلف زندانیان دسترسی به مواد ابتدایی بهداشتی از جمله ما و دستکش و چیزهایی ندارن. امیدوارم که این توجه افکار عمومی، نهادهای بین المللی افزایش پیدا کنه و به طور جد از دولت ایران بخواهند که زندانیان سیاسی رو آزاد کنه.